و من یطع الله و رسوله فقد فاز کسی که از الله و رسولش پیروی میکنه فقد فاز فوزا عظیما اون در واقع اون بزرگی و پیروزی بزرگ رو در به دست آورده و وقتی که ما این مسیر رو طی میکنیم مسیر اطاعت و پیروی از الله و رسولش اون رسولی که قرآن کریم از اون به عنوان سمبل اخلاق یاد میکنه و اینکه لعلا خلق عظیم تصور بکنید که خداوند متعال پیامبرش رو صاحب اخلاق والا معرفی میکنه و اینکه لعلا خلق عظیم تو ای پیامبر ما بر اخلاق بسیار بزرگ و والایی هستی این پیامبری که خداوند متعال اون رو به عنوان یک نعمت برای ما فرستاد نعمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک نعمت بسیار بزرگی است یعنی خداوند متعال چقدر نعمت ها به ما داده نعمت زندگی نعمت ایمان نعمت همه این نعمت هایی که بسیار شکرش از توان ما خارج هست شمارشش از توان ما خارج هست بعد میبینیم که از میان همه این نعمت ها خداوند مطال اون نعمتی که بر ما منت میگذاره و اون رو یادآور میشه در و فضل و بزرگواری خودش و عظمت خودش رو در اون نعمت به ما گوش زد میکنه اون نعمت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم منت میذاره خداوند متعال من من خداست کرم الله است بر مؤمنان که از میان آنها پیکی رو انتخاب کرد اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم از میان خودشون از جنس ما انسانها از میان ما انسانها یکی رو انتخاب کرد تا این بیاد یتلو علیهم آیاتی تا بیاد آیاتو و قرآن الله متعال رو بر ما به ما ابلاغ بکنه و یزکیهم و ما رو تزکیه بکنه ما رو تربیت کنه ما رو بسازه و یعلمهم الکتاب و الحکمه و به ما قرآن رو یاد بده حکمت و دانایی و بصیرت رو به ما یاد بده و این کانو من قبل لفی ضلال مبین هرچند که قبل از این اینها در گمراهی آشکار بودند پس تولد ما در واقع اون وقتی هست که ما در مکتب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میشینیم اما قبل از این اون وقتی که ما پیروی پدران مادرانمون بودیم اون وقتی که ما از دیگران تقلید میکردیم و در پی اونها میرفتیم در واقع ما در گمراهی آشکاری بودیم در اون وقت دیگه ما کورکورانه مثل گوسفند دنبال دیگران راه میافتادیم هرچه چه اونها میکردند چون اونها کردند پیشینیان و نیاکان ما انجام دادن ما هم کرکرانه همینطور همون رو, رو تقلیدش میکنیم مثل میمون مثل هر چیز دیگه اما نه خداوند متعال اینو از ما نمیخواد خداوند میگه که من به شما عقل دادم بسیرت دادم و شما رو کرامت دادم و لقد کرم نابنی آدم ما به شما کرامت دادیم و هدینا هون نجده و به شما اختیار دادیم و دو مسیر حق و باطل رو جلوی گذاشتیم که هر کدوم که میخوای انتخابش بکن اون وقت که دیگه نیاز هست که شما خودتون رو درک کنید و بیایید در مکتب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم زانو بزنید اون جایی که آیات الله متعال تلاوت میشه اون جایی که شما تربیت میشید اون جایی که به شما حکمت و دانایی و بصیرت آموخته میشه و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا بعد از اون است که ما شما ای پیانبر... پیامبر و پیامبر رفت یعنی شما ای پیامبر و شاگردانت شما ای پیامبر و پیروانت شما و ای پیامبر و مکتبت شما و ای پیامبر و مؤمنان رو فرستادیم کافتا لیناس برای تمام بشریت تو ای پیامبر با مکتبت با دستور برای تمام بشریت اومدی تا بشریت رو گوشزد کنی